یک راجب این موضوع یک کلیپ 2 دقیقه هست از خمینی که راجب تعیین سرنوشت مردم صحبت میکنه که تقریبا میشه گفت میشه به این ربط داد. از مهندس فرزاد خواهش میکنم اگه ممکنه این ویدیو 2 دقیقه آقای خمینی رو پخش بکنه اگه ممکنه. چه حدی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. جمعیتی که الان بیشترشون بلکه الا بعض قلیلی از اونها ادراک اون وقت را نکردن، چه حقی داشتند ملت در اون زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟ مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این 80 سال پیش از این بودن میتوانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند اونها تعیین بکنند؟ این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان میگد که ما نمیخواهیم این سلطان را، مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد. و این درست همون چیزی است که الان ملت ما همینو میگن، ما شما را نمیخواهیم، گورتون رو گم بکنیم. بریم به پنلمون، به دکتر کنگلو و جناب زریمه. از این دو کلیپی که دادیم میخوام که نظرات شما رو داشته باشیم. از دکتر کنگلو خواهش میکنم شروع بکنیم. بله، خب مسائل زیادی مطرح شد، از جمله اینی که کشور تحلیلگر نمیخواد. من با این موافق نیستم. تحلیل از شرایط بسیار پیچیده جهانی بسیار لازمه و تحلیلگرهایی که قابلیت اینو دارن که مسائل پیچیده رو از همدیگه باز بکنن و برای ملت قابل فهمش بکنن، جلوی راه ملت یک فرشی رو پهن میکنن که دوباره از زیر بارون نیایم بریم زیر ناودون. این خیلی مهمه که ما بدونیم در یک همچین، مخصوصا در شرایطی که جنبش رهبری بسیار مشخصی نداره. البته شاهزاده رضا پهلوی هستن و بسیار هم نقش موثری بازی میکنن. دیروز هم دختراشون توی تظاهرات مقابل سازمان ملل حضور داشتن، ولی با وجود این هنوز آنچنان رهبری که بر تمام جنبه های مختلف اپوزیسیون و کسانی که در کف خیابون هستن رهبری خودش رو و زعامت خودش رو تحمیل کرده باشه و مورد قبول عام قرار گرفته باشه، الان هنوز به وجود نیامده. و به طور کلی همونطوری که هگل میگه که امید در دل کسانی که هنوز راه نیفتاده اند جایی ندارد. به نظر میرسه ملت ما الان راه افتادن و این امید درشون در دلشون جا میگیره و همین پروسه و همین روند راه افتادن هست که رهبران رو تعیین میکنه. و چون که ما یکی از معدود کشورهای دنیا هستیم که حدود 10% جمعیتمون، 10% از پولدارترینمون، 10% از تحصیل کرده ترینمون، 10% از آزادی خواه ترینمون در خارج از کشور زندگی میکنن، این 10% ایرانی ها قابلیت های بسیار 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 زیادی دارن که چشم پوشی کردن از این قابلیت ها به هیچ وجه به نفع مبارزات بر علیه جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی نیست. و البته خب احساساتی که در شما در کلیپتون نشون دادین کاملا وجود داره و به درد کسانی که کف خیابون هستن میخوره، ولی در هر جنبشی، در هر مبارزه‌ای، در هر گذاری، مخصوصا گذاری به این شگرفی و گذاری به این اهمیت و به این عظمت که ما برای اولین بار داریم هم یک دین رو، یکی از مهمترین دینهای تاریخ رو داریم اصلاحش میکنیم و هم اولین جامعه هستیم که در خاورمیانه میخوایم دموکراسی بومی برقرار کنیم، یه دموکراسی که واقعا تمام نهادهاش ساخته شده باشه و مثلا مثل دموکراسی ترکیه نباشه که همواره نیروهای نظامی و جنرال ها تضمین کننده تداوم حیات اون دموکراسی باشن. ایرانی ها دارن برای اولین بار یک دموکراسی گراسروت از پایین به بالا درست میکنن و این احتیاج به تحلیل های بسیار عمیق داره، احتیاج به تشریک مسائل متفکرین ایرانی خارج از کشور داره که با همدیگه این مسائل رو به شور و مشورت بذارن و صیقل بدن افکارشون و نظریاتشون رو
و راه رو برای مردم، شعارها رو برای مردم و نحوهی که میتونه این احساسات مردم و این واقعا این صدمه عظیمی که ملت ایران خوردن میتونه اینا کانالیزه بشه و مبارزات مردم گالوانیزه بشه و به سرمنزل مقصود برسه، نه به هر سرمنزلی. تنها یک قسمت، یکی از توقف‌های سر راه قطار ما سرنگونی جمهوری اسلامی هست. توقف بعدی که بسیار بسیار مهمه بین سرنگونی جمهوری اسلامی و توقف بعدی، ما باید بتونیم از میون این همه تمایلات سیاسی و از میون این همه احساسات جریحه دار شده و از میون این همه خانواده‌های داغدار دیده شده، ما باید بتونیم یک توافق جمعی، توافق میلیونی، توافقی بین همه ملت در بیاریم که از طریق اون توافق، از طریق پروسه ایجاد اون توافق جمعی بتونیم این مرحله گذار رو مدیریت بکنیم. و این بسیار بسیار مهمه. با احساسات و با حرف بد زدن، مثلا توهین کردن به تمام رهبران فکری مبارزات خارج از کشور، به نظر من این به دست نمیاد. در این حال که همونطوری گفتم احساسات این مرحله، احساسات یه مشخصه این مرحله از مبارزه هست، ولی ما برای مراحل بعدی گذار به دموکراسی احتیاج به واقعا فکرهای بسیار بهترین افکار ما، بهترین متفکرین ما باید به سر میز تحلیل‌های سیاسی و فلسفی بیان تا بتونیم ما راه رو از چاه تشخیص بدیم. بله، کاملا صحبت شما متین روتا کنگلو. آینده کشور ما در حقیقت وابستگی به متخصصین و متفکرین جامعه ما داره که تعدادش هم خوشبختانه بسیار زیاد هستن، و یه کاری که شما در حقیقت با ققنوس شروع کردین، کاری که و متاسفانه هست اون مسیری که شما می رفتین دیگه نبود، ولی توی اون مایه هست که ما فکر میکنیم که یعنی واقعیت این جامعه نیاز به فرهیختگان، متفکرین و کسایی که راهرو هستن برای کارهایی که باید انجام بشه. جناب زریمه، شما خواهش میکنم راجع به این مطلب داریم بفرمایید. کلیپ بسیار جالب بود، ولی با آقای دکتر کنگرلو کاملا موافقم. بدون تجزیه و تحلیل نمیشه، یعنی با گفتگوست که زاویه ها، گوشه های تاریک روشن میشه، و اینجا قوه اجرایی و مجریه، اون کسانی که از نظر میدانی میتونن بیان تو کار، اونا باید چیز بکنن. تجزیه و تحلیل باید باشه، تحلیلگرها باید کارها رو تحلیل بکنن، بعد یک عده هستن که اجرا میکنن، اون اجراشون باید فرماندهی میخواد، و اشکال کار نبود فرماندهیه، نبودن رهبریته، رهبریتی که این نهضت رو چیز بکنه. الان به خود مردم واگذار شده متاسفانه. این به نظر من در مجموع کافی نیست، گرچه مردم به اون مرحله رسیدن که بگن که ما دیگه نیاز به که به یک راهنما و رهبر نداریم، ما خودمون میدونیم چی میخوایم. اما صدای این شهر به صدای اون شهر و صدای این استاد به صدای اون استاد با همدیگه هماهنگی، اینجا نیاز داره که یک تغییر تحولی در رهبریت به وجود بیاد. من متاسفم که رهبر درست حسابی با اون صورت نداریم که یعنی رسمیت داشته باشه، یا که مثلا خود شاهزاده رضا پهلوی اگه این کار نمیخواد بکنه بگه که از سران گروه های مختلف اپوزیسیون ما جمع میکنیم و اینا هیئت رهبری میشن. هر چی که اینا بگن همون گفته من هم هست. اونا مثلا بگن که 3 روز، 4 روز، 1 هفته، 10 روز اعتصاب داشته باشید، از خونه ها نیاید بیرون و هماهنگی‌های لازم بکنن. ولی همونجوری گفتم این شهر حرف کدوم شهر گوش کنه؟ یعنی رهبری به اون صورت ندیم. رهبر خارج از کشور، خب مسیح علی نژاد اون چهارشنبه های سفید رو انداخت که بسیار جالب بود، و آقای علی جوانمردی که از نظر استراتژیک که چیکار بکنن، کوکتل مولوتوف و چیزای دیگه، مثلا از خودتون دفاع کنین، دفاع مشروع، این قانونیه، اگه شما رو زدن حتما بزنید، و اون کارهای استراتژیک و تاکتیکی رو به مردم میگفت و یه رهبری از دورم انجام میداد. در داخل کشورم که خب خدا حفظش بکنه، این بانو فاطمه سپهری و آقای حشمت تبرزده، اینها هم در داخل کشور راهنمایی لازمه میکنن، منتها تا
تنها کافی نیست، باید تا اونجا که امکان داره گروه های مختلف به این جریان بپیوندن تا در مجموع از شر این اختاپوس راحت بشه. بله، من اضافه بکنم، یعنی تاییدی فرمایش شما، ما گروه میدانی رو داریم که در داخل نیاز به افرادی مثل خانم علی نژاد داره که بتونه در حقیقت اون خون در جریان این جوان ها بریزه، در بذاره که بتونن که در داخل بتونن که کاراشون رو انجام بدن. از طرف دیگه ما نیاز به فرهیختگانی داریم، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم. راجع به خانم سپهری اشاره کردین، اگر اشتباه نکنم من گفته شد که یک کلیپ کوچیکی هم از خانم سپهری داریم، اگر اون آماده هست اون رو بشنویم و بعد در قسمت بعدی برای یک جنبندی کوچیکی خواهیم داشت بر اون مطلبی که جناب علی اشاره کردن. به درستی ما نیاز به مدیریت داریم و احتمالاً ممکن مدیریت شورایی باشه یا هر چیز دیگه، راجع به اون خیلی کوتاه صحبت میکنیم. جناب مهندس فرزاد، اگر اون کلیپ خانم سپهری هست و با هم دیگه گوش بدیم. اگر دنیا راجع به این جنایت واکنش نشون نده، باید شک کرد به حقوق بشری که تا به حال این همه حرف زدن و این همه گفتن ما مدافع حقوق بشری. مهسا از سقز بلند شد، با برادرش اومد که هوا بخوره، اومد که تفریح کنه، نیومد اعتراض کنه، نیومد بگه گرونه، نیومد بگه برادرم زندانه، نیومد بگه گرونیه، نیومد بگه هیچی نگفت. مهسا داشت راه خودشو میرفت و اون بیشرفایی که خامنه اونا رو فرستاده بود به سراغ امثال مهسا بگیر اونها افتاد و بعد 4 روز جنازش رو دست مادرش. و امروز دنیا که بگم به جای خود، کل ایران باید خون گریه کنه. ما به دنیا شاید بی تفاوت باشه، ولی من فکر میکنم امروز دختر خودم رو زیر خاک کرده. من امروز دارم ناله میزنم به جای مادر مهسا. به چه گناهی؟ به چه گناهی؟ مهسا که راهشو داشت میرفت. مهسا رو چرا گرفتین از برادرش بردین؟ چرا زدین کشتین؟ این دیگه ببین نهایت جنایته. و اگر ما ساکت بشیم وای بر ما، اگر ما ساکت بشیم وای بر ما. 2 سال پیش صدای نوید افکاری میگفت آی دنیا، آی ملت، من بی گناهم. گفتن رفته اعتراض کرده. ولی روز چهارشنبه 22 شهریور ژینا داشت راهشو میرفت، اومده بود که تو تهران صفا کنه، اومده بود که تفریح کنه. اون فکر میکرد که الان پا گذاشته تو تهران و الان یه عده قاتل میان اینو میبرن و میکشن. باید خون گریه کنیم. باید تمام مادرانی که صدای مادر ژینا رو امروز دیدن، صحنه ای که خاک ها رو زیر رو میکرد، نباید فراموش بشه به هیچ عنوان. تا خامنه ای و تمام محتویات جمهوری اسلامی رو زیر خاک نکنیم، ما نباید ساکت بشیم. آی دنیا، میخوان کمک کنین، میخوان نکنین، ما باید جمهوری اسلامی رو تا زیر خاک نکنیم ولکن نیستیم. نظر میاد که الان تیم هیئت ایرانی در حال تخلیه هتل هستش، پشت درهای سکیوریتی وایستادن، به خاطر حضور دوربین ما بیرون نمیان، همشون وایستادن اونجا، مدام دارن از ما عکس و فیلم میگیرن، ولی خب اشکالی نداره، ما هم داریم از اونا عکس و فیلم میگیریم. اینجا این ماشینی که میبینید ماشینی هستش که چمدونای هیئت ایرانی رو داره میبره. من و فیلم بردارم از تمام چمدونا، از سوغاتی ها فیلم گرفتیم، کلی سوغاتی گرفتن برای خانواده هاشون، برخی بسته ها رو میبینید اسامیشون روشون هستش. حتی اینجا داشتن اعتراض میکردن که چرا ما داریم از تخلیه کردن هتل فیلم میگیریم، همه جوره سعی میکنن جلوی کار ما رو بگیرن، ولی دوربین ایران اینترنشنال اینجاست و میبینید که چطور ازش میترسن، از خبرنگارها اینا میترسن، حاضر نیستن بیان جواب بدن. امروز تو همین هتل ابراهیم رئیسی کنفرانس خبری برگزار کرده، خبرنگارا رو دستچین کردن، خبرگزاریای رویترز، اسوشیت پرس، فرانس پرس، ایران اینترنشنال، شبکه‌های فارسی زبان، هیچ کدوم راه ندادن. برای خبرنگارا شرط گذاشتن که اگه میای تو این کنفرانس فقط درباره مسائل هسته‌ای بپرسید، نه چیز دیگه. بله، در
واقعا مطلب خیلی حساسی رو مطرح کردن، خیلی دلگیر و غمگین کننده بود. من فکر کنم برای هر ایرانی که اینو ببینه. من شنیدم که بعد از این مصاحبه که با ایران اینترنشنال کرد، خانم فاطمه سپهری رو دستگیر کردن. من نمیدونم تا چند اندازه واقعیت داره. شما چیزی در این من براشون پیغام گذاشتم دیروز برای موضوع دیگه البته، ولی قرارم پاسخی ازشون ندارن. از طرف دیگه پیام فرستادم برای یکی از دوستان مشترکمون و احتمالاً من چک نکردم ایمیلامو که ببینم به چه صورت ایمیل من. شما قبلا چند بار با ایشون مصاحبه کرده بودیم؟ بله، ولی دو تا نکته اینجا بخواستم اضافه بکنم. علاوه بر اینکه بسیار بسیار مطالبی که خانم سپهری میگفتن مؤثر خواهد بود، همون صحبتی که قبلا میکردیم به دکتر کنگلی و جناب علی که چه اثراتی میتونه داخل داشته باشه، و امیدوارم که این نوع کلیپ ها بیشتر پخش بشه. از قسمت دوم اینکه این هیئت روحانی در حقیقت برای دو سه روز اومده بودن اینجا، یکی دو روزشون زودتر میرسن برای آماده کردن دلیگیشن که اونجا هست، یکی دو روزشون هم ممکنه برن. اینا چمدون های سوغاتی خریدن برای بردن به ایران، اصلا مثل اون داستان شهردار آقای قالیباف که برای سیسمونی بچهش رفته بود ترکیه، از ترکیه میگره. مردم اونجا پوست و پای مرغ میخورن، اینا برای سیسمونی بچهشون رفته بودن ترکیه جنس بخرن بیارن اونجا. قسمت دیگه که برای من جالب بود که البته من در قسمت اول راجبش صحبت کرده بودیم، قرار بود که خانم امانپور مصاحبه داشته باشه با آقای روحانی، ولی به علت اینکه خانم امانپور قبول نکرد که روسری سرش بشه یا حجاب داشته بشه، این برنامه کنسل شد. حالا گفتن این موضوع از این نظر برای من مهم هست که آقای رئیسی روز قبلش به خبرنگار سی بی اس گفته بود که ما به خاطر حجاب کار کس با کسی کار نداریم و حجاب هر کسی میتونه داشته باشه، ولی این خانمو مجبورش کردن که با حجاب بیاد جلوی این آقای قاتل و بی سواد بشینه. یعنی میخوام بگم که ما در یک کشوری زندگی میکنیم که علاوه بر قاتل بودن رئیس جمهور، یعنی قصاب بعد بهش بگیم، بی سواد که بعد بگیم، این کارهای فریبنده‌ای که مردم ایران متاسفانه این قسمت‌هاشو نمی‌بینن. این قسمت‌های خوبی هست که اینا وارد وقتی که خارج میشن با عرشبت که موضوع رسانه‌ها هست که ما رو به اینجاها میرسونه، و امیدوارم که پخش این برنامه‌ها مردم ایران و اونایی که تو خیابون هستن قوی‌تر بکنه، اونایی هم که در حاشیه نشستن بکشه تو خیابون. ما نیاز به میلیون‌ها نفر داریم در روی خیابون‌ها که بتونیم اینا رو بکشیم بیرون، و امیدوارم که خودشون خجالت بکشن و قبل از اینکه مملکت ما مثل سوریه بشه خودشون بتونن فرار بکنن و خودشون و خانواده‌شون رو نجات بدن و موضوع قذافی براشون پیش نیاد، موضوع مثل صدام حسین براشون پیش نیاد. ببخشید منم احساساتی شدم، خواهش میکنم دکتر کنگلی شما کمک بکنید اینو این قسمت رو ببندیم که بعد به قسمت آخر برسیم. خواهش میکنم. بله، خب مسلما هر انسان آزاده‌ای، هر انسان منصفی که همچین جنایت‌هایی رو می‌بینه دلش به درد میاد، و خانم سپهری هم که زن بسیار شجاعی هست و زن بسیار واقعا رک و صریح‌گو و نترسی هست، این کاملا احساسات مردم ایران رو به خوبی بازتاب داد، و این پر واضحه که دل هر انسان آزاده‌ای از دیدن تماشای این همه جنایت که جمهوری اسلامی داره میکنه واقعا به درد میاد. و این خیلی مهمه که اینا در مقابل رادیو تلویزیون‌های دنیا، مخصوصا این شکلی که جمهوری اسلامی جلوی جریان آزاد اطلاع رسانی رو میگیره، به همین خاطر هم هر چقدر که ما بیشتر یک واقعی رو بازتاب بدیم، جلوی این بویکات خبری که جمهوری اسلامی اطراف این مبارزات مردم و اطراف سرکوبی که اون در پیش گرفته در مقابل مبارزات مردم رو میتونیم باهاش مبارزه کنیم. تنها راه مبارزه با جمهوری اسلامی
پیوستن به همدیگه و دعوت ایرانیان بیشتری به مبارزه هست. اونها وسایل سرکوب دارن، ما اتحاد داریم. اونها ابزار خشن شکنجه دارن و قابلیت ایجاد رعب و ارعاب دارن. ما بین خودمون قابلیت اینی که وارد بازار بشیم و وارد کف میدان بشیم. خیابان‌ها از آن ما هست. همونطور که شاهزاده گفتن، مردم الان خیابان‌ها رو اشغال کردن، به هیچ وجه نباید اینو پس بدن. در خیابان ماندن و پیوستن بیشتر و بیشتر مردم به مبارزات باعث سرنگونی جمهوری اسلامی با کمترین خرج و در کوتاه‌ترین مدت انجام خواهد شد و مردم ما حالا که قیمت به این گزافی رو پرداختن، حالا که این همه از عزیزان ما پرپر شدن به دست گزمهای علی خامنه‌ای، بهتره که مردم در خیابان‌ها بمونن و تعداد بیشتری مردم به اینا بپیوندن و مبارزات رو ببرن به میون صفوف دشمن و با دشمن همون رفتاری بکنن که اونها دارن با ملت ایران رفتار میکنن و این مبارزه به نظر میرسه که آخرین مبارزه مبارزه جمهوری اسلامی. بله، خیلی ممنون جناب زریمه، نظر شما رو داشته باشیم در این مورد. بله، این اینترنت خب تا حدودی برای راه اندازی خوب بود، منتها جرقه زده شد و این آتش همچنان ادامه داره. گرچه ایلان ماسک گفته بود که باید موانع قانونی رو بردارن که بتونن اینترنت رو واسه ایران هم به اصطلاح از هم بالا ماهواره ها تامین بکنن و شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها و همین گوشی‌هایی که هوشمند هست، همه اینا در اختیار مردم هست و متوجه میشن که این یک دولت، یک حکومت متظاهره، ظاهر. مگه همین خود رئیسی نمیشینه فیلمای بی حجاب رو توی کانال‌های مختلف ببینه؟ حتما میبینه. آیا روش برمیگردونه؟ نه، اینا همشون متظاهرن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. بنابراین فقط و فقط واسه مردم گرفتاری به وجود میارن، به خاطر بقا، به خاطر زور، به خاطر قدرت. من نمیدونم این دین خداییه، دین خدایی که نیست، دین خود مال خودشونه. وگرنه هیچ دینی چنین چیزی نمیگه. دین باید رحیم باشه، خدا باید رحمان باشه، بخشنده باشه. خدایی که بخواد خون مردم بریزه، به بنده هاش بگه که برو بنده های منو بکش، چنین خدایی قابل ستایش و پرستش نیست. بنابراین این دین بهانه است واسه قدرت نمایی و شر اینا فقط و فقط با همبستگی میشه و آگاهی که با همون تجزیه و تحلیل و گفتگو هست و یک اندی باید رهبریت درست حسابی داشته باشیم که مردم رو رهبری بکنه. گرچه میگم الان خودشون رهبری میکنن خوشبختانه و امیدواریم که این نهضت همچنان ادامه داشته باشه تا از این قسمت بخش تاریک تاریخمون بگذاریم و به یک ایران آزاد و آباد برسیم. بله، خیلی ممنون. ما فرصتمون در حقیقت چند دقیقه هم گذشت و من سپاسگزارم از دکتر کنگلی و خود جناب زریمه که این هم به فرصت دادین و مطمئنن بینندگان این برنامه که جناب فرزا زحمت خواهند کشید، نور قطعی قطعی خواهند کرد، برای اینکه زمانی که گذاشتیم شاید زیادتر از حد معمول باشه، برای بینندگان پخش بشن که از نظرات شما آگاه بشن. از طرف دیگه شما جناب زریمه راجع به فرماندهی و عرشبت که رهبری صحبت کردین که خودش یک برنامه بزرگی میخواد با حضور خود جناب عالی و جناب دکتر کنگلو و احیانا کسای دیگه که به صورت ممکنه به صورت یه میزگردی باشه، احتمالا خیلی هم بهتره. بنابراین اینو میذاریم برای یه فرصت دیگه، ولی قسمت آخر میدم خدمت دکتر کنگلو که اگر صحبت آخری دارم بفرمایید که برنامه رو ببندیم. بفرمایید. بله، من فقط میخوام از این تریبون استفاده کنم به ملت ایران بگم که زمان در جانب شماست، زمان بر علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه، در دنیا داره اتفاقایی میفته که خوشبختانه با وجود اینکه ظاهر بسیار مطبوعی نداره، مثل جنگ ها، مثل تضاد اقتصادی بین امریکا و چین، ولی با اون تحلیلی که من دارم، با اون نگرشی که من به اتفاقا دارم، همه اینا رو به نظر من میتونه در خدمت مبارزات مردم ایران قرار بگیره. هر چقدر که امریکا راه خودش رو از چین و روسیه جدا بکنه، امریکا و اروپا که مهد تمدن و کانادا که مهد تمدن و لیبرال دموکراسی هستن،
این کشورها میتونن حول اهدافی که اون اصول فلسفی خودشون که واقعا مبانی لیبرال دموکراسی هست رو بیشتر حمایت بکنن در سطح جهانی، بدون چشم داشت به منافع اقتصادی که بعضی وقتا در چین دارن، بعضی وقتا در روسیه داشتن، واقعا به اون مسئله اصلی بپردازن و به این بپردازن که آزادی کشوری مانند ایران برای آمریکا فقط یک عمل اخلاقی نیست، بلکه بازتابهای بسیار مثبت اقتصادی خواهد داشت. مثلا شما فکر کنید ببینید که الان اروپایی که در یک همچین مخمصه انرژی گیر کرده، اگر امریکا 20 سال پیش ایران را آزاد کرده بود به جای حمله به عراق و عراق و افغانستان، در اون صورت ایرانی وجود داشت که با این ظرفیت دست نخورده انرژی، هم گاز هم نفت، میتونست تامین کننده اصلی انرژی اروپا باشه. و این واقعا از کوته‌بینی اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بود که سرمایه گذاری روی روسیه کردن و روسیه را تبدیل به فراورده تهیه کننده شماره یک انرژی برای اروپا کردن، که روسیه از این سیاست حد اکثر سوء استفاده را بکنه و در اون لحظه طلایی به وابستگی اروپا به انرژی روسیه آنچنان حساب گلگی به گشادی باز بکنه که با تکیه به اون به اوکراین حمله کنه، با تکیه به اون به اروپا و امریکا را تهدید به سلاح هسته‌ای بکنه. بنابراین میبینیم که چشم داشتن به منافع کوتاه اقتصادی میتونه ضررهای امنیتی و ضررهای استراتژیک و حتی ضررهای موجودیتی دراز مدت داشته باشه و ما واقعا باید به وسیله تماس برقرار کردن با رهبران کشورهای اروپایی و امریکایی بهشون بفهمونیم که حمایت از مبارزات به حق ملت ایران تنها یک عمل اخلاقی نیست، بلکه موجودیت خود شما هم به این حمایت بستگی داره. بله، کاملا مطالب بسیار مهمه و جالبی رو گفتین دکتر کنگلو. همراه شما دکتر کنگلو، جناب زریمه و سپاس از جناب فرزاد، در مهندس فرزاد در اتاق فرمان، از بینندگان عزیزمون خداحافظی میکنم تا نوبت بعدی. بدرود به شما. بدرود. روز روزگار شما خوش.